از دیدگاه شما زینت های واقعی برای یک زن مسلمان چی چیزهایی میتونه باشن خب حالا میخوایم بپردازیم به همین موضوعات خب گفتیم که زینت های واقعی انسان زینت هایی که باید انسان را به سمت رشد و ترقی پیش ببره باید انسان را به سمت کمالات پیش ببره به سمت معنویات پیش ببره حالا اونا چی چیزهایی میتونن باشن؟ حالا مثلا اینا چی چیزهایی میتونن باشن؟ بسیار خوب ان نظر قرآن زینت حقیقی عبارت از زینتی هست که هم در دنیا و هم در آخرت باعث ننگار ما نشه باعث ننگار ما نشه, نشه یعنی ما باید احساس آرامش بکنیم که در دنیا کار نکرده باشیم آه. که در آخرت ما بشیم یعنی پیش وجدان خود خجالت, خجالت نباشیم باش. یک کلام ممنون خیلی حالی گفتین یعنی ما باید به طور عموم تد... یعنی در امی تلاش باشیم به صدد این باشیم که در دنیا چی کارایی بکنیم مخصوصا در بین اجتماع که اولا این که ما خود بسازیم اون جملات اولی جلسات اول ما بود و خود بسازیم و بعدا چی کارهایی برای جامعه خود انجام بدیم درستان. که مسئولیتهای ما انجام بشه و ما در قیامت شرمنده نباشیم و در پل سرات ما تل نشیم مم. زود رشیم انشالله اون جایگاهی که در بهشت خداوند برای امای بندگانش قرار داده و اون جایگاه را دست ندیم درستم. بریم به اون جایگاه که منتظر ما هستن فرشتگان الهی درست اه, که ما بریم به او جایگاه قرار بگیریم لذا این پوشش این تبرج یک آنه به اصطلاح اون اه اه رفتار و منش یک یک زنه در مقابل آمالش معاخذه میکنم ما میگیم خب دین سه قسم است درست یعنی سه قسمت ما از زینت ها رو باید این روز بیان کنم اول زینت نفسی نفس خود پاک بسازه این خیلی مهمه اما که شروع برنامه گفتیم دیگه کسی که باطن پاک داشته باشه ظاهرش هم پاک میه این نفس که زینت بخشیده میشه به چی؟ به علم و کمالات و اعتقادات نیکو سایه باشم سایه کنم چی مکتب انتخاب کردیم چی عقاید را انتخاب کردیم پدران ما مادران ما چی گفتن احادیث قرآن دین به ما چی گفتن اون کسی که دین زیر سوال قرار میده انسانهایی هستند که به مثل ایوان میخواین زندگی دنیا را جنگل بسازن نه قانون باشه نه معاخذه باشه نه مجازات باشه نه حقوق باشه هر کاری کردن هر چی خوردن به خانه هر کس رفتن به دیوار هر کس بالا رفتن بله. در بین بازار زندگی کردن لب دریاچه و جو زندگی کردن نه خانه دارن زندگی دارن میگم کارتون خواب کسی که اعتقادات نداشته باشه در دین خود در بله. مذهب خود در آیین خود ما میگم که او زینت نداره وقتی به طرف یک کس نگاه میکنه میبینه میگم اخلاق این خوبه این آدم خیلی آدم اعتقادیه و در زمین سعی میکنه علم بیاموزه درست اعتقادات نیکو داشته باشه یه چیز زینت نفسیه مم. اعتقادات نیکو داشته باشه و علم بیاموزه خدا با کمالات برسانه. بله بله یکی این دوم ای که زینت بدنی زینت بدنی را میگن قامت قدرت داشته باشه توانایی داشته باشه که از لحاظ زایدی به صلاح او هم استفاده بهینه بکنه از بدنش از وجودش یک فکری فکر نباشه که دیگران بیارن ای بخور و قد قامتش فقط بگرده با بین بازار و مثلا کوچه و مردم به ای تماشا کنن یام هم زینت شمرده میشه که انسان یک قوامت زیبا باشه و یک اندام قدرتمنده باشه همون که شما گفتین که مثلا یک انسان نباشه که مثلا دیگران که وقت میبینن ازش نفرت بگیرن نه؟ نفرت بگیرن آه. یعنی از کنار شگرت میشن دوست دارن برش سلام کنن و تا تکلم کنن آ دیگه انسان های شایسته میترن یعنی حد و حدود پاکیزگی, پاکیزگی و آراستگی که در چارچوب اسلامی سبت رایت کنن بکنن آه دیگه. آه بله. بله ببخشید اخلاقشان مثلا به انعراف رفته باشه و بقیه هم از اینا دولی و کنار کنا کنه که ما نمیخوایم با اینا رفیق و دوست باشه دیگر زینت خارجی هست این خیلی مهمه سوم زینت خارجی مثل چی؟ مثل مال و مقام خدا نکنه که این مال و مقام ما را مغرور بسازه نه. خدا نکنه که مال ما برای بیراه مصرف بشه خدا نکنه که ما به مقام برسیم و کار یک مومن را